عزیزان من آل توجه بفرمایید به برنامه افشار هنر. البته برنامه های متعدد در رابطه به اشخاص و افراد و نویسنده و شعرهای ما ترتیب شده و آلی هم ترتیب میشه. تستندرکاران و کارگردانان که در تلویزیون ایفای وظیفه میکردن انجام میدادن بسیار عالی و بسیار ارزشمند بود. یک تن از این نویسنده ها و پژوهشگران عزیز آسوده هست که از دورهای دور برای محترم عزیز آسوده سلام تقدیم میکنم. محمد وعید صمدزی دوست نازنینم که در جرمنی تشریف دارن، کنها هم یکی از نویسنده های بسیار چیره‌دست و نقاد بسیار خوب هستند. اولین فیلم را که اونا نقد کردن فیلم از ما بود، بسوی لانه، که در اتحادیه محترم هنرمندان برای اولین مرتبه نقد و بررسی آغاز شد و محترم وعید صمدزی نقد کردن فیلم مرا، که من از پیشان تشکر میکنم و بسیار زیاد من از کارکردشان راضی هستم همیشه و بسیار دوستشانم دارم، برشان احترام دارم. همونطور دوستان دیگه هستند در افغانستان فعلا که فعالیت دارن، کنا از اون گذشته ها کار میکردن و بسیار زیبا تحقیق میکردن و مطالب ارزشمند را جمع‌آوری میکردن و برنامه هایم که در اون زمان ساخته میشد بسیار زیاد با ارزش و پرمحتوا بود. بین که با هم در این قسمت افشار هنر را یک جا تماشا بکنیم. اشعری مشرب جوان مردان داشت و از کاکه ها و جوان مردان و شیوه های ایشان بسیار خوشش می آمد. اکثر کاکه های شهر کابل مثل کاکه حیدری، حاجی عبدالعزیز لنگرزمین و کاکه غنی نصفاری و دیگر کاکه های ولایات کشور آشنایی داشت که در اشعارش از آنها نام برده است. باره غلام نبی اشقری که با عیاران پرداخته و با عیاران و آزاد منشی آمیخته بود، مدت این سو و آن سو سرگردان و بلا تکلیف میموند. پس از چنده دچار فقر و تنگدستی میشود. بعد به شعر پناه میبرد و به خواندن دواوین شعرا میگروید. اشقری در آغاز سواد نداشت و یا اگر سواد هم داشت، سواد اندک و ناکافی بود. در سال 1290 که اشقری دست از تمام کارها شسته بود، بر آن شد تا مثل دیگرانی که می توانستند بخوانند و بنویسند، خودش را با سفیدی و سیاهی بیامیزد و بدون آنکه پا به مدرسه بگذارد و در برابر استاد زانو بزند، شبها را در نور کمرنگ و بیرمق چراغ‌های تیلی به صبح آورد و برای آموختن خط، نوشتن و خواندن 5 سال تمام جهد عظیم کرد. به نقشی که با ترکیب و پیوند دادن کلمه ها و جمله ها دواوین شعرا را می خواند و بدین گونه به مرور کور سواد و دست آورد. در سال 1293 غلام نبی نخستین شعرش را به تخلص اشقری سرود. این شعر که سخت روان و موزون بود، اراده او را در این راه خطیر یعنی شاعری استوارتر ساخت و این مداومت را در جراید و روزنامه ها به چاپ رسانید. اشقری با مردمداری و متانت هر روز دوستداران و مشتاقان تازه بر جمع علاقمندان پیشین خیش می افزود. بدینسان اشقری تا آخرین روزهای زندگیش را با شعر و با مردم گذشتند، با مردمی که او را دوست می داشتند و ارجش می نهادند و به اخلاق و جوانمردی او، به سخنان نغز و به سخنان نغز و صحبت جذاب و گیرایش و به شعرهای آگنده از طنز و انتقادیش علاقه داشتند و صمیمانه و متواضعانه احترامش می گذاشتند. اشقری مرد انسان دوست، صمیمی، مردمدار، متواضع و عیار بود. در طول زندگانی درازش با شعر شناخته شد و با شعر به جنگ زندگی رفت و با همین شعر مرد و شعر او بسان تازیانه بود که بر فرق اربابان زور و زر میخورد. بهتر بگوییم تازیانه شعر او بر هر ناملایم فرود میامد. زبان شعر او زبان محاورهی است و از برای شعرهایش چنان می نماید که مسیر مشخص و قابل شناخت پیش می رود و بدون آنکه به سبک شاعر دیگر اتکا داشته باشد.
آنچه مسلم است این است که عشقری نابترین و سوچکترین و همین طور نامانوسترین کلمه ها در شعرش راه داده است. کاربرد این کلمات چندان در شعر او راه یافته و چنان با مهارت راه یافته که عامیانه ترین ترکیب ها را با شاعرانه ترین شیوه در شعر به ترسیع آورده است. عشقری تقریبا 60 سال در گذر شوربازار حیات پربار خود را به سر برد و به تصحیف و تجدید کتاب ها می پرداخت و لذا در قطار و صنف شمرده نمی شد. چنان که با این ارتباط گفته بود، شد عمرها که دکاندارم و نمی دانم که در قطار چی صنفم جواز من چند است. وقتی کارگزاران شهری از عشقری جواز خواسته بودند، او بداهتا این بیت را خواند: جوازنامه دکان پر شنیدم لیک ندیده این جواز دکان خالی خود. از غرفه عشقری متاع جز درد خود آگاهی وجود نداشت، درد ژرف و اجتماعی که این احساس را در این بیت چنین اظهار کرده است: جنس نشاط می طلبی پیشتر برو، جنس نشاط می طلبی پیشتر برو، جز درد و داغ نیست به دکان عشقری. عشقری از فیض عشق سراپا حلقه زنجیر الفت بود. وجود به حضورش نشه از عالم ایجاد داشت و متصف به این بیت گشته بود: وفا در عهد او چون رشته در تاب، وفا در عهد او چون رشته در تاب، حیا در تینتش چون موج در آب. و برنگ از رنگهای محبت در هر دل تنگ جا داشت، عشق را آتش افروز و حسن را آینه دار می نمود. چراغ وفا همیشه در انجمن حضورش روشن بود. اخلاقش چون گیسوی مهرویان پابند دلهای اهل محبت بود و چون تار مروارید دلها را به هم پیوند می داد. در این بخش به صحبت حیدری وجودی، شاعر خوب کشور و یکی از ارادتمندان صوفی عشقری گوش می دهیم. نخست شما که به پاس قدردانی از شخصیت صوفی سال عشقری به مناسبت ششمین سال روز وفاتش برنامه تهیه دیدید اظهار سپاس میکنم و صحبت خود را به چند بیت از یک غزل صوفی صاحب عشقری شروع میکنیم. تنها شدم از آن که به تنها نساختم، تنها شدم از آن که به تنها نساختم، چون دیگران با مردم دنیا نساختم. مجنون کوکن زمن آزرد خاطرم، مجنون کوکن زمن آزرد خاطرم، در بیستون و دامن صحرا نساختم. عمرم به سر رسید به گرمای روزگار، عمرم به سر رسید به گرمای روزگار، یک خارخانه لب دریا نساختم. مرا با صوفی صاحب عشقری به تناسب شعر و شاعری ظاهرن آشنایی 27 ساله بود، ولی در مورد شخصیت برازندهش به طور کامل و شامل نمیتوان گپ زد. چنان که خودش گفته بود، گذر از عشقری با وی میامیز، گذر از عشقری با وی میامیز، که دریا نوش مانند نهنگ است. براستی که عشقری یکی از نهنگان قلزم عشق و محبت انسانی بود. شعر عشقری را میتوان از نگاه شکل موضوع و دو بخش تقسیم کرد: یکی بخش ادبی، دوم بخش عامیانه. بخش ادبی شعری بود که در آن مفاهیم عرفان
و عشق، سوز و گداز وصل و هجران انعکاس یافته، نه تنها از نظر من بلکه با عقیده اکثر ادبیات شناسان معاصر دارای حسن ذاتی می باشد. در بخش دوم شعر عشقری که زبان مردم، عنعنات، رسم و رواج‌ها، اصطلاحات متروک و فراموش شده صد سال اخیر زنده و حفظ شده و می توان این بخش اشعار را آینه تمام نمای فرهنگ مردم خواند. این شاعر آزاده در 75 سال زندگی فرهنگیش با وجود تنگدستی ها و بیچارگی ها در برابر قدرت های زر و زور اظهار زبونی نکرد و با کمال سربلندی آبرومندانه در سایه عشق توانا زندگی نمود. عشقری اصلا قدردانیا و پستی امت قدرتمندان روزگارش شکوا دارد و به زبان طنز و به زبان طنزآمیز شعر پستی امت آنها را چنین افشا نموده است: ادیبم لیک نسوار دهن را زبی قدری به کابل می فروشم، 70 ساله شاعر این کشورم، ولی افسوس کس نخوان به دقت کتاب من. شعر گفتم سالها نشنیدم از کس آفرین، گرچه اشعارم بود دلچسب و موزون و متین. این شاعر عارف عاشقانه آرزو داشت که دیوان اشعارش را به زیور چاپ آراسته ببیند، ولی این حسرت را به خاک برد که آرزویش در این دبی چنین انعکاس یافته است. اگر دامان دارایی به دست عشقری افتد، اگر دامان دارایی به دست عشقری افتد، به مطبوعات برلین چاپ دیوان می توان کردن. ز دنیا می روم، دارم به دل این داد حرمان را که نشر و طبع دیوان را نمی بینم، نمی بینم. زندگی عملی صوفی عشقری با همه مردم کشور ما، به خصوص با آنانی که با زندگیش از نزدیک آشنایی داشتن، روشن است که در طول زندگی دست احتیاجش به سوی کسی دراز نشد. صوفی صاحب عشقری 14 روز پیش از وفاتشان کلیات شعرشان را به من سپرد که من از اون یک سلسله اشعاری که قابل چاپ می باشد در دفتر جداگانه رو نویس کنم و من در پرتو عشق و علاقه ای که به شخصیتشان و به شعرشان دارم، اشعارشان را ابتدا و صورت کلیات و از آن جمله 400 غزل ناب و 1 سلسله مخمسات ترجیح و ترکیب بند را در جلد جداگانه تدوین کردیم. اشعار عرفانیش را زیر نام دل نالان در دفتر دیگری نویس و ترتیب نمودم. در نظر است که اشعار تنزیه، انتقادی، اصلاحی
داستانهای منظوم و مثنوی ها و دو بیتی هایش را در یک دفتر دیگر ترتیب و تنظیم کنم. یک مقدار کار شده، امید است که برنگ مناسبی تکمیل و تدوین گردد. تشکر. روشنترین خطی که سیمای عشقری را از چهره‌های معاصرینش مشخص می‌سازد، آزادی اندیشه اوست. وی در روشنی عشق که روشنگر افکار و مایه شعر است، بندها و پرده‌های سیاه اوهام را سیر کرده در سپهر نور جلوه‌ها دارد و با جهش و پرش فکری آن سوی مرزهای شناخته شده دیده می‌شود. عشقری در دوره‌های زندگی از زشتی‌ها گریزان و در جستجوی زیبایی و جمال بود. جان گداز دیدهش جز در صحبت یاران محرم در جای دیگر و چیز دیگر تسکین نمی‌شد و عشق را مایه شعر و شعر را زبان دل و آینه تجلیات خاص می‌دانست و نقش عشق را در تسکین نفس و اعتلای روح انسان اساسی و عمده می‌پنداشت و نیز باور داشت که انگیزه به وجود آمدن شهکارهای ادبی، هنری، فرهنگی و ظهور شخصیت‌های برتر و بلندست جز عشق چیز دیگر نیست. عشق این همه مردان بزرگ جز انسان دوستی و عشق و کمال انسانی انگیزه و حادثه دیگر نیست. وی معتقد بود که تنها سر بلند دار سیاست عشق منصور نیست، بلکه همه انسان‌هایی که در راه رسیدن به زیبایی و کمال بندهای بافته و ساخته قدرت‌های خودخواه و مطلق العنان را گسسته، در شکستن طلسم ایام از سر گذشته و با ناملایمات روزگار پنجه نرم کرده اند و با تاریکی‌ها و ناهمواری‌ها مبارزه و مجاهده آگاهانه کرده و به گناه عشق به وطن و عشق به انسان از خونهای پاکشان دامان تاریخ گلگون گشته است، همه به زیبایی و رسیدن به کمال انسانی عشق داشتند. آری به نیروی عشق است که انسان خواه و در راه شدن و رسیدن به هدف والای انسانی خروشان و بیباک پیش می رود و چون سیل خروشنده مانع نمی شناسد تا آنکه به بیکرانه ها می پیوندد. عشقری با آثار حضرت بیدل آشنایی کامل داشت و به خصوص غزلیات او را بسیار خوانده بود و می گفت که در هنگام توانایی چار تنگدستی ها و خانه‌بدوشی ها در برابر قدرت های حاکمه سرفرود نیاورد و با کمال سربلندی در پناه عشق انسانی در طی مراحل گوناگون و در نشیب و فراز سیر انفس و آفاق از مردم و زندگی مردم دور نماند و با طبقه خیش که همان طبقه زحمتکشان متکی به خود بودند هم نوا و هم در زیست. خود را در آینه مردم و مردم را در آینه خیش عاشقانه دید و با دید عارفانه زندگی مردم را با آرمان انسانی به زبان خودشان بیان نمود و عشقری در آن سالهای دور، در آن سالهای محنت آور سیاه، از سالهایی که خود در آن بسر می برد و در سروده های خیش در همان سالها اندوه و احساسش را آشکار کرده است. شماری از غزلهای عشقری را هنرمندان ناموری چون استاد قاسم، استاد سراهنگ، استاد رحیم بخش، استاد شیدا و عده دیگری در زیر و بم سازها و زمزمه گرفتند و چی بسا که گروه از این هنرمندان ارادت خاص به او داشتند، روزهای را در حلقه صحبتش به پایان بردند. شعر عشقری شعر آدم‌های محنت کشیده و ذلت دیده است که صدها و سالهای دراز بار سنگین بیداد بر شانه حمل کردند. شعر پیشوران، شعر گروه‌ها، طبقات و قشرهای محروم و متروکه که از نابرابری اجتماع و شرایط سرخورده و مایوس سر در حفره‌های سیاه جامعه فرو برده و با دست خالی به جنگ زندگی رفتند و به آستان مهتری و برتری سر خم نکردند.
سزاست اگر بگوییم که اشعری هیچ وقت تا آخرین لحظه شعرش را آویزه درب طلایی و مرصع آستان پرجلال و جبروت اربابان ستمباره نساخت و هیچگاه هم حاضر نشد که استاره جان و بازده روانش را پیشکش مقدم صدر نشینان ستمگر کند، چنان که میگوید در مرگ شهزاده اکبر نخستین پسر ظاهرشاه وزارت دربار جهت خوشخدمتی و خوش آمد دودمان سلطنتی و غمشریک نشان دادن مردم و پیمانه تأثیر و اندوه آنها به شاعران سرشناس کابل نامه های فرستاد و از آنها خواست تا در رسای شهزاده اکبر شعر بسراید. از اشعری نیز خواسته شده بود، ولی او از شعر گفتن و مرثیه ساختن امکنا ورزید و با کسی که تقاضای مرثیه نموده بود گفت: من گهواره طلایی، بستر دیبا و پرده های زربفت و لباس حریر و پرنیان و دیگر نعمتها را ندیدم که اکنون محرومیت شهزاده را از آنها یادآور شود. من شاعر دکانداران، شاعر خرابات و شاعر مردم هستم. از من مرثیه جبالی، سقاو، پیندوز، تواف و غیره را تقاضا کن که زندگی آنها زندگی من است. شعر اشعری را اکثر مردم ما می خوانند و می شنوند. دیگر این که مردم اشعری را به پاس زندگی پرتحرک و انسانیش نیز دوست داشتند. او در تمام زندگی متکی به خود بود و می گفت: از انجام کاری که برآمده بتوانم خوشم نمی آید که دیگر آن را انجام بدهد. اشعری در سالهای آخر زندگی بسیار ناتوان شده بود که به دشواری از جا بر می خواست، ولی معنویاتش چنان قوی بود که با قد چون هلال خمیده و با دستان لرزان صحافی می کرد و بیشتر از نیم قرن با شعر و ادب همگام بود. روزها با پیکر تکیده و نزار و دستهای مرتعش صحافی می کرد و شب شعرهایش را، فریادهای و رفته و ویرانگرش را بر روی کاغذ می آورد. یک هفته پیش از آن که برفتگان به پیوندد، دیوان شعرش را که در حدود 70,000 بیت بود به دوست شاعرش حیدری وجودی که از ارادتمندانش محسوب می شود سپرد تا از آن منتخب گرد آورد. دیوان اشعارش شامل غزل، مخمس، ترجع بند، ترکیب بند، مثنوی، قصیده و داستانهای منظوم و فکاهی‌های منظوم است که موضوعات آن را عام از حزن، هجا، ندبه، شکایت و تشبیب، تغزل و نظایر آنهاست که با توانمندی داده سخن داده است. حتما با نامی صوفی غلام نبی اشعری همه کسانی که در طریقت و شبهای خانقایی داد بیکرانگی عشق به همتایی واجب الوجوب زدن به اینام آشنا هستند. صوفی روزگار دراز در خم و پیچ و کوچه های کابل با پیشه صحافی مشق و استعداد خدادادی میکرد. صوفی معروف در خانه تاجر پیشه به نام شیر محمد معروف به دادشیر کودکی به دنیا می آید که نامش غلام نبی گذاشتن و بعدها به صوفی اشعری معروف شد. با عیاران و آزادمنشان و عاشقان و دلباختگان آن شهر صوفی محشور دائمی شد و با در نور کمرنگ و بیرمق چراغهای تیلی شبهای فراق محبوب را به صبح می آورد. در سال 1335 که شغل صحافی برگزید با جمع علاقمندان و با عشق همیشگی شعر سرود و با عمر 87 سالگی دار فانی را ودا گفت و در جوار شهدای صالحین به خاک سپرده شد که روحش
شاد باد. الهی آشنا گردان و من آن دردمندی را که از گلهای داغ سینه اش بوی تو می آید. حتما از اشعار صوفی مشهور شما آگاه هستین، زمزمه های شب هنگام از او را، زمزمه های مهرآگین و عشق انگیز از او را خوانندگان ما به طرب گرفتند و به طرب نشستند و جانانه نواختند و زیبا سرودند. شما حتما به خاطر دارین که عمر خیال بستم یار آشناییت را، آخر به خاک بردم داغ جداییت را، بر خاک راه کردم دل پای مال نازد، ای بی وفا ندانی قدر فداییت را. از همی زمزمه ها تا به و گفتگو به کلبه امی آشنا بیا، بیگانه نیستی که بگویم بیا بیا. در زندگی نیامدی روزی و پرسشم مردم کنون و فاتحه بهر خدا بیا. و به می شکل این جفاجوی ستمگر یار دیرین من است، گشته هم دست رقیبان در پی کین من است، باعث چین جبین از یار پرسیدم شبه، گفت سودایی مشو این ناز و تمکین من است. یار را گفتم که خوشبوی و من خندید و گفت نافه مشک ختن در زلف پرچین من است، سالها شد می پرستم حسن این لیلی وشان، هبت و مجنون عشق بازی دین و آیین من است، غیر حسن و عشق از عالم نکردم انتخاب، وصف خوبان جهان در جنگ گلچین من است، نظم سازم قطره های خون دل را اشقری، زان سبب مقبول عالم بیت رنگین من است. زیاده از این شما را در انتظار نمیگذاریم، شما را به تماشای از این دعوت میکنیم و امیدوار هستیم فیض کامل از نصیب همه همگان باشد. دل پر آرزوی من پس از مردن بیاران، این نصیحت عشقری دارد که بگذارم تابوت مرا در خاک کوی باشید. خبر یاران عشقری ودا گفتن، باشید خبر یاران عشقری ودا گفتن. چشم ما شده گریان، چشم ما شده گریان، عشقری ودا گفتن، 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 چشم ما شده گریان.
صوفیه و رسته آن عاشق دل باخته از حلقه درویشان از حلقه درویشان های نهایت میروان. مثل همیش به ختم برنامه هستم و باییست با شما عزیزان ودا بگویم تا برنامه آینده که خداوند ای امکان برم مساعد بسازه و بتانم برنامه رو بر شما آماده نمایم. همه ایتانه به خداوند مسپارم. شب روز خوش را در پیش می داشته باشم.